سلام، اگر ویدیوی آموزشی قبلی رو دیده باشید، ما اونجا فعل دوم رو به این صورت صرف کردیم. اگر اون ویدیو رو ندیدید، لینکش پایین تو قسمت توضیحات هستش. اما تو این ویدیو قرار راجع به یکی از کاربردهای مهم فعل دوم صحبت کنیم که بهش میگن فعل مستمر. در واقع ما امروز تو این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که چجوری با کمک گرفتن از فعل دوم تو زبان گیلکی فعل مستمر بسازیم. منظور از فعل مستمر عملیه که در حال انجامه. این حالت رو تو فارسی با فعل داشتن نشون میدن، مثل داشتم میرفتم یا دارم میرم. همونطور که میبینید در ساخت فارسی اول فعل کمکی داشتن اومده و بعد فعل اصلی. این تو گیلکی یکمی فرق میکنه. ما تو گیلکی برای گفتن حالت مستمر یک فعل اول مصدر فعل اصلی رو میاریم و بعد فعل کمکی رو. فعل کمکی هم دیگه مثل فارسی فعل داشتن نیست. ما تو گیلکی از صرف فعل دوبان استفاده میکنیم که گوشه تصویر نوشته شده. حالا فرض کنید میخواییم فعل دارم میرم رو به گیلکی بگیم. برای این کار اول باید مصدر فعل اصلی رو بیاریم که اینجا فعل اصلیمون رفتن هستش که مادر گیلکیش میشه شون. شون رو مینویسیم. حالا باید فعل دوبان رو صرف کنیم. از اونجایی که فعل دارم میرم زمان حال و اول شخص هستش مینویسیم درم. چون درم یعنی هستم. اول شخص مفرد زمان حال. ترکیب این دو شون و درم با همدیگه فعل مضارع مستمر رو میسازن. شون درم یعنی دارم میرم. شون درم. پس به همین راحتی فقط با آوردن مصدر فعل اصلی و صرف فعل دوبان تونستیم در گیلکی فعل مستمر بسازیم. این صورت مستمرسازی بیشتر در گویش‌های غرب گیلانی رایجه، مثل شهر رشت. اما در گویش‌های شرق گیلانی به جای مصدر از صورت کوتاه شده فعل استفاده می‌کنند. برای مثال صورت کوتاه شده فعل شون میشه شو، که اگر فعل درم رو هم کنارش بذاریم فعل مستمر به این صورت ساخته میشه شو درم. شو درم. حالا بریم سراغ زمان گذشته. برای اینکه تو گیلکی فعل گذشته مستمر بسازیم، تنها کافیه فعل کمکی دوبان رو در حالت گذشته صرف کنیم. شو درم زمان حال. شو دوبام زمان گذشته. شو دوبام. دوبام صورت گذشته فعل درم هستش. پس برای اینکه فعل گذشته مستمر بسازیم در زبان گیلکی، تنها کافیه فعل کمکی دوبان رو در حالت گذشته صرف کنیم. حالا چجوری منفی کنیم؟ دو راه وجود داره. راه اول اینه که فعل کمکی رو منفی کنیم. شو درم دارم میرم. شو دنم دارم نمیرم. دنم شو دنم. دنم صورت منفی شده درم هستش. یا شو دوم یعنی داشتم میرفتم. شو دوم داشتم میرفتم. شو دن نبوم داشتم نمیرفتم. شو دن نبوم. دن نبوم صورت منفی شده دوم هستش. راه دوم برای منفی کردن اینه که فعل اصلی رو منفی کنیم. شون درم دارم میرم. نوشون درم دارم نمیرم. نوشون درم. شون دوم داشتم میرفتم. نوشون دوم داشتم نمیرفتم. همونطور که مشاهده کردید در روش اول فعل کمکیمون رو منفی کردیم و در روش دوم فعل اصلیمون رو. برای درک بهتر مفهوم صورت منفی شده میتونید اونو با زبان انگلیسی مطابقت بدید. اگر دوست داشتین این ویدیو لایک بانین و کانال دل بشین و باقی ویدیوان نیا بکنین. تا یک دامزش ویدیو فعلا یا علی.